به نام خدا و صبح شما عزیزان بخیر، امیدوار هستم صبح زیبایی را آغاز کرده باشین و تا این لحظات با برنامه صبح آرزو بوده باشین. همکاران بسیار خوب بخش قبلی برنامه را تقدیمتان کردن و فعلا هم بخش مهمانخانه صبح آرزو است و من مهمان خیلی عزیزی را با خود دارم که در این بخش همراهشان صحبت خواهد کردیم. مهمان من دکتر سه میترا بابک از لندن هستند که در رابطه با اینکه ما چطور با اختلالات و یا فشارهای روانی مقابله بکنیم صحبت خواهد کردیم. دکتر صاحب سلام، وقتتان بخیر، خیلی خوش آمدیم با برنامه. سپاسگزارم از شما که دوباره منو دعوت کردیم و خیلی خوشحالم که با شما همراهی میکنم. سلامت باشید. میخواییم در رابطه با این صحبت بکنیم که چطور با اختلالات و یا فشارهای روانی مقابله بکنیم. شما میتونید که در این رابطه صحبتهایتان آغاز بکنیم؟ حتما. استرس، بریم سراغ استرس که بزرگترین فشار روانی این روزها برای همه مردم، مخصوصا که کرونا هم شروع شد، خب استرس ها رو خیلی بیشتر کرد. استرس روانی خب در گذشته، یا اگر ما از ترسی داشته باشیم، به فرض حیوانی به ما حمله میکنه، ما استرس میگیریم و این استرس خودش خیلی خوبه، برای اینکه اون لایه زیرینی مغز کمک میکنه با آدم که بتونه فرار کنه یا نجات پیدا بکنه. ولی انقدر استرس های روزانه قرن 21 زیاد شده، مشکل اقتصادی، مشکل اجتماعی، مشکل فرهنگی و بیماری های مختلف، کمکاری، نداشتن کار، اینا همه فشارهای خیلی زیاد جدی آورده برای همه اجتماع و حتی استرس های امتحان برای بچه ها. الان درس نیستش، امتحان نیستش، دور شدن از دانشگاهشون، از مدرسهشون. به هر حال استرس ابعاد مختلف خیلی زیادی داره که ما رو این روزها خیلی گرفتارمون کرده و گرفتاری کرونا هم که خب اومده روش همه جهان رو یه مقدار نگران و گرفتار کرده. اما ببینیم که استرس چی کار میکنه. استرس یه لحظه است، با استراب فرق میکنه. استراب مال گذشته است و یا مال آینده است، ولی استرس مال حاله. استرس حتی میتونه مثبت هم باشه. زمانی که شما میخوای ازدواج بکنی، یه دلشوره و دلهوره‌ای داری، ولی در صورتی که داری با عشق میخوای ازدواج بکنی، نه با زور طبیعتا. یا حتی بلیط بخت آزمایی بردی، خب طبیعتا آدم خوشحال میشه، ولی استرسش هم داره. ولی فوکوس ما رو استرس منفیه. این استرس منفی چقدر میتونه خطرناک باشه و چقدر میتونه رو ایمیون سیستم یا سیستم دفاعی بدن تأثیر مستقیم بذاره. و خیلی ها فکر میکنه، باورشون اینه که استرس، سوالشون اینه که آیا استرس باعث مرگ میشه؟ خطر خیلی بزرگش همینه. در ژاپن تحقیقاتی کردن، دیدن که انسانهایی که کاملا سالمن، هیچ مشکلی ندارن، ولی یه دفعه سکته میکنن میمیرن. که ما در ایران یا در افغانستان حتی در جوونا اینو زیاد دیدیم که جوون خیلی رعنا یه دفعه میگن یه دفعه مرد، یه دفعه سکته کرد. دلیلش چیه؟ دلیلش کار خیلی زیاد، نگرانی بیش از حد، اینا همه روی سیستم دفاعی بدن تأثیر میذاره. ناامیدی های بسیار زیاد، بی انگیزگی های بسیار زیاد، دلشوره های بسیار زیاد، اینا همه دست به دست هم میده و حتی باعث سکته میشه. خصوصا کسانی که به انگلیسی میگن ورکوهولیک، خیلی کار میکنن، یعنی اصلا دائما معتاد شدن به کار کردن، اونا هم در معرض خطر ممکنه باشن. پس استرس رو باید جدی بگیریم و نباید همینطوری ازش بگذاریم. وقتی رو میمون‌ها آزمایش کردن، دیدن میمون‌هایی که استرسشون خیلی زیاده، محرک‌های قلبشون خیلی ضعیف‌تر و ضعیف‌تر و بسته میشه و همین بسته شدن محرک‌ها باعث سکته میشه. حتی استرس رو مغز تاثیر میذاره. به چگونه تاثیر میذاره؟ رو سلولهای مغز رو میکشه، سلول جدید تولید نمیشه و انسان کمبود تمرکز پیدا میکنه، یادش میره، حافظش بسیار ضعیف میشه. حالا یه مقدار عمیق‌تر و سریع‌تر بریم روی دی ان ای. وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که کروموزوم‌های دی ان ای، آخر کروموزوم‌ها، انسان وقتی به سن کهنسالی میرسه، اون آخر کروموزوم‌ها سلولاش هی داره کمتر و کمتر میشه و آخر استاپ میشه، متوقف میشه. اما دیدیم که حتی وقت زمانی که انسان ها استرس دارن، اونا کمتر و کمتر میشه، یعنی حتی به عمرم کاری نداره و اینجاست که زنگ خطره. اما خبر خوب، خبر هورمون اکسیتوسینه. اکسیتوسین من بهش میگم هورمون عشق، هورمون مهرورزی، هورمون عاطفه خوب، هورمون
نگهداری از خود و نگهداری از دیگران و لذت این احساس مهرورزی. این هورمون همیشه وجود داره، اما به شرطی که ما ازش استفاده بکنیم. حالا چون وقتمون کمه، بریم سراغ این که چه باید کرد با این استرس ها، چه باید کرد. انواع و اقسام کارهای مختلف ما میتونیم بکنیم. من آغوش گرفتن رو آغوش عزیز تو، دوست تو، فرزند تو خیلی خیلی تاثیر داره. یعنی آزمایش ها نشون داده کسانی که 8 بار در روز عزیزشون رو در آغوش میگیرن استرسشون شدیداً کم میشه. و جالب اینجا اینه که استرس دیگران هم آدم کم میکنه. این خیلی مهمه. یعنی شما وقتی یکی رو با مهر در آغوش میگیری، اکسیتوسین هورمونت میره بالا، دیگری هم تاثیر میذاره روش. پس چقدر مهمه که ما استرس رو منتقل بکنیم یا استرس رو برای خود و دیگران کم بکنیم. و بعد در کنارش تنفسه. تنفس خیلی خیلی مهمه. اون موقعهایی که زمان امتحانته، اون موقعهایی که دلشوره گرفتی، عروسیته، یا میخوای بری سر کار، میخوای بری تو خیابون، میترسی، هر استرسی که داره اون لحظه بهت وارد میشه، اولین کاری که باید بکنی چند تا نفس عمیق بکشی. این چند تا نفس عمیق روی هورمون و سلولهای بس و مواد شیمیایی مغز تاثیر سریع و مستقیم میذاره. یعنی نفستو میکشی تو قفسه سینت تا 4 میشموری آروم، بعد میدی بیرون، بعد دوباره نفس عمیق میکشی، بعد این بار یه خورده بیشتر تا 7 تا 8 تا 6 نگه میداری، بعد میدی بیرون، دفعه سوم نگه میداری تا اونجایی که میتونی، بعد میدی بیرون. این خیلی سریع تاثیر میذاره. بعد مسئله شمارشه. اون لحظه که استرس گرفتی از آخر به اول شروع کنیم، شو از 100 99 98. اینجوری تمرکز ما رو باید برداره. یعنی زمانی که آدم استرس میگیره به یه چیزی تمرکز داره دیگه، که اون دلشوره واسش آورده. این بهترین راهه که به جای اینکه ما به اون فکر بکنیم، فکرمون رو من نوعی باید فکرامو منتقل بکنم. هیچ کس دیگه نمیتونه کمکم کنه. فکرامو منتقل بکنم به تمرکزی، به گیمی که با شماره، از خودم با شماره، هر جایی که هستم، هر جایی که هستم. برن شروع کنم فکرامو متمرکز کنم به چیز دیگه، به جای دیگه. مدیتیشن دوباره خیلی تاثیر داره. ریلکس کردن این عضلات، اون لحظه نشستی، دراز کشیدی، هر جایی که هستی نفستو بکش، چند تا نفس عمیق بکش و بعد این دستاتو اینجوری بکش، نگردان نگردان. این زمانی که من الان همین حرکتو کردم، ناخودآگاه تمام حواسم رفت به بدنم. همین باعث میشه که ذهن دیسترکت میشه. ذهن دیگه اون فکر پر از استرس رو دیگه نداره. ذهن و فکر میاد سراغ جسم ما. عضلات بدنمون رو شروع کنیم، عضلاتمون رو بکشیم. کشیدگی عضلات خیلی کمک میکنه که استرس ما رو سریع بیاره پایین و کم بکنه. به خاطر اینکه این موزر یه موزر خیلی جدیه و همه ما گرفتارش هستیم. من خیلی سریع رفتم جلو تون که وقت شما رو زیاد نگیرم. آیا سوال دیگه دارید از من؟ بله، خب گاهی اوقات همین با معذرت مواردی رو که یاد کردین همگی اگر در حالت مدیتیشن هستن و یا در حالتی هستن که خودم میخواین راحت بسازن، با کوچکترین موردی که به هم میزنه حواسشان، دیگه او مورد از پیششان میره و دوباره مو استرس و یا استراب به سراغشان میره، برشان اجازه نمیده که تمرکز ادامه بتن. آخ عزیز دلم، دقیقا درست گفتی. اما کیا؟ اگه دقت کنی، کسانی که اهل مدیتیشن هستن خیلی کمتر از ماها که عادت نکردیم به این مدیتیشن و ریلکس کردن، اونا خیلی قشنگ میتونن ذهنشون رو کاملا ببندن. ولی ماها که اینجور گرفتار همه معضلات هستیم، گرفتار شکم سیر کردن شکم بچه‌مون هستیم، گرفتاری‌های میدونی کشور ایران، کشور افغانستان، گرفتاری‌های مردم خیلی خیلی زیاده. شاید الان که دارن میشنون بگن چه دلش خوشه لندن نشسته میگه که ریلکس کن. ما باید کمک کنیم به خودمون. ببین هیچ کس به ما کمک نمیکنه. دولت‌ها که به فکر خودشونن و از اون طرف هم هر کس به فکر زندگی خودش، نگه داشتن سر خودشه. پس من و توی نوعی باید تلاش کنیم به جای اینکه مسخره کنیم بگیم این حرفا مال فرفای غربی هست، واقعا بهش فکر کنیم. ببین هر عقیده‌ای که داری، اونی که میشینه نماز میخونه سر نمازش بشینه ریلکس کنه، اونی که به هر عقیده‌ای که داری، مدیتیشن یا ریلکسیشن، اینا چیزایی که ما باید عادت کنیم. ما بهش عادت نداریم. مشکل ما اینه که راست میگی،
ببین سر نماز به 10 تا چیز فکر میکنن غیر از همون نمازی که دارن میخونن. ما ذهنمون رو باید آموزش مجدد بدیم. آموزش مجدد دادن با تمرین بیش از حده. ما نمیتونیم یکی دو بار بکنیم بعد بچه‌مون یه داد بکشه، همسایه یه داد بکشه، اه نگاه کن حواسم پرت شد اصلا ولش کن. نه، در اتاق میبندم. کاری که خیلی تاثیر داره موسیقیه. موسیقی که شما اصلا بهش خاطرات نداری، موسیقی ریلکسیشن، اپرا، هر چیزی که دوست دارن، ولی خاطره نباید داشته باشیم، چون ما رو دوباره میبره سراغ غم. ما هم که استاد غمگین بودن هستیم. قشنگ بشینیم گوش کنیم موسیقی رو و تمام تمرکزمون رو، یعنی روزی 2-3 دقیقه. این چی کار میکنه؟ مغز رو داره آموزش مجدد میده به افکار پراکنده. برین کنار، من کنترل و مدیریت دارم رو افکار خودم، رو ذهن خودم. روزی چند بار ما این تمرین رو بکنیم، بعد اون موسیقی که دارم میشنوم، به هر کدوم از مثلا اگه پیانو دوست دارم، اگه تار دوست دارم، تمرکزم ببرم کدوم رو پیداش کنم و به اون فقط به اون گوش کنم. یعنی یه ارکستر داره میزنه ولی من فقط دارم به پیانوش گوش میکنم. این انقدر تأثیر مستقیم میذاره روی آموزش مجدد فکر و مغز که اون وقتی من راحت میتونم، حتی بچه‌ها دارن جیغ میکشن، شیطونی میکنن تو اون اتاق، قهقه میخندن، نمیدونم هر کاری میکنن، من اصلا کار خودم رو دارم میکنم. این فقط و فقط تمرین میخواد. بله، خب بین این همه مشغله ای که شما هم میدونین و در رابطه با او صحبت کردین که آدم ها دارن، مخصوصا در کشور ما، این خیلی مشکل است که فرصت پیدا بکنن بر انجام همچون مواردی که میتونه اونا را از استرس و استراب دور بسازه. به نظر شما چی برنامه‌ای بر زندگی خود بچینن در طول روز در 24 ساعت که هم به کارهایشان برسن و هم بتونن خود از استرس و اضطراب دور کنن؟ چون بالاخره کارهایی که در طول شبانه روز انجام میتن چیزایی هستن که در حیاتشان و در پیشبرد زندگیشان خیلی مؤثر است. حتما. ببین، ما نمیتونیم یه نسخه رو واسه همه بپیچیم. مردم کارشون متفاوته، ساعت کارشون متفاوته، مدل کار کردنشون متفاوته. زن تو خونه، بانو تو خونه داره کار میکنه، بیرون کار نمیکنه، بچه داری میکنه، خانه داری میکنه، اما فرق نمیکنه. هر کسی تو این کره زمین در هر مشغله ای که هست، ببین در گذشته ما فکر میکردیم صبح باید ورزش کنیم، الان علم نشون داد که اصلا ربط نداره به ساعت. شما از سر کارت میتونی بری ورزشت هم بکنی. مهم نیستش که من چقدر وقت دارم برای کارم میذارم. ای مهربانو که داری بچه داری میکنی و خونه داری میکنی، حق مسلمته که آرامشت هم داشته باشی. زمانی رو برای خودت انتخاب کن، زمانی که بچه ها دارن با بچه های همسایه، با خیال راحت البته، بازی دارن میکنن، خیالت راحت باشه. زمانی که همسر در کنار بچه هاته، همسر تو هم یاد بگیر به خانم خونت کمک بکن، هم کمک فکری بکن، هم کمک خانه بکن. مردانگیت خیلی خیلی بیشتر میشه. فکر نکن زن ذلیل میشی. همین آسایش خاطر به همسرت میده، مادر مهربونی برای بچه هات میشه، یار خیلی خوبی برای خودت میشه. و در کنارش همسر وقتی که از شوهر از سر کار میاد خسته است، خانم گیر نده، این استرس شوهرتو و استرس خودتو و استرس بچه ها رو بیشتر میکنه. بذار یه مقدار آسایش خاطر پیدا کنه. زمانشو باید پیدا کنیم و زمانشو برای همدیگه پیدا کنیم، یعنی برای شوهرم، برای زنم، برای بچم. این زمانها رو من باید پیدا کنم، اول برای خودم و بعد برای کسانی که عزیز من هستن، در کنار من هستن، و آموزش بدیم به همدیگه بدون اینکه دستوری باشه. با آسایش خاطر آموزش بدیم، با لطافت آموزش بدیم که طرف احساس نکنه که حالا تو بیشتر از من میفهمی، میخوای بگی که تو بالا روانشناس واسه ما شدی. این صداها خیلی خیلی مهمه که با چه تون صدایی ما به خودمون و به یارمون کمک کنیم. بله خان بابک، خیلی ممنون از اینکه با برنامه ما یک بار دیگه حضور پیدا کرده این. اگر گفتنی در بحث امروز باقی مانده باشه در اخیر از شما بشنویم. نه، من فقط امیدوارم که رعایت کرونا رو بکنیم. کرونا موذیه. ببینید، من درکتون میکنم، کاره، پوله، باید در بیارین شکم خود و بچه هاتون رو سیر کنین، من میفهممتون، اما رعایتشو دست خود من و توه. سعی کنین از دور باشین از همدیگه، حداقل 1.5 متر باید دور باشیم. دستاتون رو تا اونجایی که امکان هست بشورین، هر جایی که گیر آوردین دستاتون رو بشورین.
تماس نداشته باشین، اگر ماسک هست ماسک بذارین، مراقب خانه باشین، مراقب بیرون هم باشین، چون کرونا رو هیچ کس هنوز نتونستن به اندازه کافی دارن شبانه روز دارن تلاش میکنن بدونین اینو، ولی زمان طولانی میخواد، پس خودمون باید مراقب خودمون خیلی زیاد باشیم. بله و امیدوارم که کمتر سراغ افغانستان بیاد، چون افغانستان انشالله. به اندازه کافی مشکل داره. بله خیلی ممنون، شما هم مواظب خودتان باشین، بازم ممنون از اینکه فرصت گذاشتین، خیلی ممنون، خدا نگهدار، شب و روزتون خوش عزیزای دلم، سلامت باشین. خیلی ممنون از همه شما عزیزان بیننده که این بخش رو هم دنبال کردین. بخش بعدی برنامه باقی مانده که همکارانم تقدیمتان میکنن، اما فعلا میان برنامه.